اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين عبد القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعاديهم أجمعين إلى يوم الدين اللهم وفقنا لما تحب وترضى ثم ألصق بزب المربات والأحساب وأحل البيوتات الصالحة وَالسَّبَابِقِ الحسنة ثُمَّ أهل النَّجْدَةِ وَالشَّجَاعَةِ وَالسَّخَاءِ وَالسَّمَاحَةِ فَإِنَّهُمْ جماع, جَمَاعٌ مِّنَ الْكَرَمِ وَشُعَبٌ مِّنَ الْعُرْفِ ما در كلمات أمير مؤمنان أمير كلام عليها آلاف التعية والسلام كبعنوان فَرْمَانٍ به مالک اشدر در زیل نامه ای را که به حضرت مالک اشدر حضرتش مرقوم فرمودند و تشکیل حکومت اسلامی را در مصر به ایشون دادند مطالبی را به سمع مبارک شنوندگان و بینندگان عزیز عرض کردیم رسیدیم به این کلام آخر حضرت امیر مؤمنان که شرایطی را برای افراد فرماندهان لشکر و برای فرماندهی قوای مسلحه و افرادی که میخواهند نسبت به اونها فرماندهی بکنند بیان کردیم که عبارت بود خلاصه از ایمان، اخلاص، ایثار، شجاعت این مطالب رو به عرضتون رسندیم بعد حضرت فرمود بدنه این قوای مسلح و ارتش را تو چه کیفیتی باید انتخاب بکنیم حضرت فرمود باید با افرادی در ارتباط باشی رفت و آمد داشته باشی که دارای این شرایط پنجگانه باشد و از میان اینها بدن ارتش خود را انتخاب کنی این رو بهش میگن شایست گزینی که در تمام مراحل و ادوات و دوائر دولتی این شایست گزینی یک هنر به حساب میاد باید افرادی که در رأس وزارت خانه هستند باید بگردند شایسته ترین را انتخاب کنند حضرت برای شایسته هام پنج ملاک و پنج معیار در این کلمات شریف ذکر کرده اول و دوم و سوم اون را در جلسات قبل به عرض مبارکتون رساندیم. که حضرت فرموده بودن ثم الصق به زو المربات و الاحساب <applause> اول باید با افراد دارای شخصیت و مروت و حسب و نسب در ارتباط باشی این شرط اول بود مفصلا در این بحث کردم شرط دوم این بود که و اهل البیوتات صالحه باید خانواده های با اصالت و مهم و نجابت و صلابت و متانت باشد که اونهایی که میخوایی باشون در ارتباط باشی و بدنه قوای ارتش و قوای مسلحه را از اینها انتخاب بکنی این دوتا شرط این هم مفصلا به خدمتتون عرض کردم شرط سوم فرمود و ثواب قل حسنه افرادی که انتخاب میخواید بکنید و ارتباط با اونها باید داشته باشی افرادی باشند که دارای سابقه حسن باشند عدم سوء سابقه داشته باشند یعنی سوء سابقه نداشته باشند در پرونده اونها پرونده سیاهی وجود نداشته باشه در ارتباط با این هم مطالبی خدمتتون عرض کردم رسیدیم به شرط چهارم و شرط پنجم که وقت تمام شد قول دادم در این جلسه به خدمتتون عرض کنم حضرت فرمودند سمه اهل نجدت و شجاعه و سخاء و سماحه چارو شرطش این اهل نجد باشد و خودش هم دلیر و شجاع اینکه میفرماید خودش شجاع باشد دلیر باشد قهرمان باشد خب روشنه در میادین نبرد رزم جنگ قهرمان ها اون موقع خود نمایی میکنن این باید شجاعت داشته باشد این باید غیر از شجاعت اهل نجدم باشه اهل نجد یعنی چی؟ شما اگر به لغت نگاه بکنید اهل نجد را غیر شخصی که از سوابق خوب برخورداره یا دارای حسب و نسب هست می دانن. اهل نجد یعنی خودش ممکن است دارای خانواده بزرگ و با اصالت و وزینی باشد اما خودش آدم حسابی نباشد این اه اهل نجد نیست ممکن هست شخصی خانواده های ناجوری داشته باشد اصیل نباشند خانواده بزرگ اینها نباشن اما خودش ای حضرت میفرماید هم از خانواده های حسب و نسبدار دار و همین که خودش را بزرگ نگه دارد مثلا مثل مالک اشتر هم خودش بزرگ بود هم از خانواده بزرگ بودند اهل نجد یعنی خودش را باید بزرگ جلوه بدهد گاهی به بزرگی به یه نفر میاد <تصفح> یعنی یک نفر شخص از راه رفتنش از متانتش از نشست و برخواستش برمیاد که این اهل نجد یعنی این شخص بزرگی بهش میبرازد حضرت اول فضل العباس قمر بنی هاشم هم خودش بزرگ بود هم بزرگ زاده بود معنای اهل نجد یعنی خودش هم بزرگ باشد حضرت ابالفضل فضل حضرت قمر بنی هاشم خودش بزرگ بود یعنی وقتی که می آمد وارد صحنه جنگ و نبرد میشد همه روی او حساب باز میکردن خلاصه مطلب هم خودش بزرگ باشد و هم از خانواده بزرگ یعنی دو تا چیز یکی این که اهل احسا افرادی باشد حسب و نسب دار یک دومش هم خودش هم اهل نجد باشد و شجاعت هم داشته باشد مالک اشتر این طور بود افرادی که در صدر اسلام بودن همین طور بودن این چهارمین شرط ثم اهل نجدت و شجاعه پنجمین شرط حضرت فرمود و سخاء و سماحه اولا باید دارای سخا باشد سخا یعنی بخشش سخاوت بزرگی اعطا باید این کیفیتی باشه اگر اهل سخاوت و جود و بخشش باشد این یکی از اون اوصافی است که باید در میان قوای نظامی و مسلحه تو از این افراد باشند غیر از این باید دارای سماحت باشه سماحت نکته مهمیه سماحت یعنی چی؟ غیر سخاوته یک نفر شخصی سخیه بخشش دارد جود دارد دست و دل بازه اما دارای سماحت نیست سماحت یعنی چی؟ سماحت یعنی بلند همتی دارای همت عالی دارای همت والا اگر کسی بخواد به جایی برسد باید همت بالا داشته باشد کوتاه نظر نباشد میفرماید که همت بلند دار که مردان روزگار از همت بلند به جایی رسیدند افرادی که دارای همتهای بلند هست اینها قابل تقدیرند اینها انایت هم باید این کیفیتی باشه وجود مقدس حضرت رسول گرامی در یک سفری میرفتند برای محلی یک جایی رسیدند تو بیابان و نیاز پیدا کردند به یک آبی احسانی به اصطلاح پذیرایی رفتن در کنار خیمه در اون خیمه که رفتن اون صاحب خیمه از حضرت رسول اکرم یه پذیرایی خوبی کرد هم از خودش هم از یارانش وقتی که پذیرایی خوبی کرد حالا یا رفتن گوسفندی کشتند یا اینکه شیر گوسفندی آوردند به حال یه پذیرایی خوبی کرد حضرت فرمود آجان به صاحب خیمه گفت تو اگر حاجتی داری از خداوند متعال به من بگو من درخواست میکنم خدا به تو عنایت کند این مردی که صاحب خیمه بود از حضرت چی میخواست خوبه شما اگر بودی از حضرت میگفت آه تو هر چی میخوای از خدا بگو من طلب میکنم خدا بهت میده تو چی میخواستی از خدا حضرت به این صاحب خیمه گفت امو جان اگر چیزی میخوای از خدا بگو من از خدا طلب میکنم حاجتت تو میده این بنده خدا گفت یا رسول الله از خدا بخوا خداوند متعال به اون یه شطور بده که هر وقت این برم بر میخوام برم از بابام وارش بکنم یه چند تام گوسفند بده به من که شیرشو دوشم بخورم حضرت گفت خوب باش من از خدا میخوام اما بعد رو کرد به اصحابش فرمود ای کاش این همتش بلند بود درخواست بلند نمی کن. از اون عجوزه بنی اسرائیل همتش کمتر نبود اصحاب گفتن یا رسول الله عجوزه بنی اسرائیل چی چی درخواستی کرد که میگه همتش بلنده داستانی رو حضرت فرمود حضرت فرمود حضرت موسی بن امران با بنی اسرائیل از مصر میرفتن به طرف شام بین راه جادتر گم کردن وقتی که جاده رو گم کردن هر چی این طرف اون طرف را جاده پیدا نمیشه حضرت موسی بن امران علیه السلام همه رو جمع کرد فرمود که عزیزان شما به من بگید که آیا در این مسافرت کسی به شما وعده داده که خلفه وعده کرده باشید یه دی اومدن گفتن چرا ما پدرانمون از دنیا رفتن به ما گفته بودن پدران ما به ما سفارش کردن اگر خواستید یه روزی از مصر شام بروید سرزمین خودتون یادتون باشه که جنازه حضرت یوسف پیغمبر رو با خودتون ببرید ما گفتیم خب قول دادیم وعده دادیم الان یادمون رفته حضرت فرمود برگردیم به طرف مصر همه برگشتن به طرف مصر <تصفح> گفتن خب قبر یوسف پیغمبر کجاست که ما او را برداریم با خودمون ببریم به شام و کنار قبر پدر بزرگوارش یعقوب دفنش بکنیم عرض کردن هیچ کس نمیدونه فقط یه پیرزن نمیدونه دقت بکنید یه چند جمله بیشتر نیست من عرض بکنم حضرت فرمودن فرمودند که این پیرزن رو بیاد رفتن سراغ پیرزن پیرزن گفت برای چی میخواید گفت میخوام قبر حضرت یوسف ما نشون بدی یا عجوزه ای بود گفت من میدانم سالهای سال این علمش رو در سینم جمع کردم اگر حضرت موسی به من کار داره باید اینجا بیاد من با او کار ندارم منم هم نمیام اونجا آمدن خدمت حضرت گفت حضرت گفت راست میگه حضرت بلند شدن آمدن پروی این پیر زن گفتن پیر زن بگو ببینم اون قبر حضرت یوسف رو میدانی کجاست گفت بعد گفت به ما نشان بده گفت مجانی که نشان نمیده آ برای چی گفت اگر حاجت من رو بر بیارید من میدم و نمیشه گفت تو چی میخوای جبرئیل اومد گفت بو هر چی حاجت میخواد بخواد تو بخوا از خداوند متعال تو چی از کیست نمیدی که به پیرزن گفت تو چه حاجت داری گفت من سه حاجت کوچولو دارم یک حاجتم این است که من الان پیر زن شدم تو دعا بکن از خدا بخوام من جوان بشم حضرت گفت خب ابدا داره من از خدا میخوام حضرت از خدا خواستند و او جوان شد گفت حاجت دومت چیه؟ گفت میخوام شما منو به همسری خودت در بیاری بارک الله حضرت موسی او رو به همسری خودش در آوردن گفت حاجت سومت چیه بگو به ما که ما این قبر حضرت یوسف رو پیدا کنیم برداریم با خودمون ببریم گفت میخوام در قیامتم در بهشتم همسر تو من باشم حضرت موسی دعا کردند و خدا هم مستجاب کرد حضرت رسول اکرم فرمود که ای کاش این بنده خدا هم همتش بلند بود بزی پیرزن آخرش قبر حضرت یوسف رو نشون دادن گفتند دعوا شده بود در قبر حضرت حضرت رو برداشتند در میان رود نیل دفن کردند که آبش بیاید به همه جا برسه تو یک جعبه شیشه ای گذاشتند جاشو نشون داد حضرت برداشتن او رو بردن با همت بلند بسیار مهمه حضرت می اینو اینه میگن سماحت مسمه اهل نجدت و شجاعه والسخاء وش والسماحة فإنهم جماع من الكرم وشعب من الأوف همي خوبيها ها در یک جمع انسان میتواند بدنه حکومت یا بدنه مسلحه را از انتخاب کند إن شاء الله برنامج بعدی هم در جلسات بعدي غفر الله لنا ولكم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين